یک بار دیگر خوش آمدید. سفارت افغانستان در دهلی نو مسدود شد. این سفارت با پخش اعلامیه از توقف کامل فعالیت‌هایش خبر داده و گفته این سفارت به علت فشار دولت هند و طالبان مسدود شده. تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته. برخی از دیپلمات‌ها پیشین میگویند توقف کار این سفارت بر چالش‌های مهاجران افغان در این کشور می‌افزاید. سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به گونه دائمی خبر می‌دهد. این سفارت به روز جمعه با پخش خبرنامه علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و طالبان برای واگذاری این سفارت خوانده است. در این خبرنامه آمده است که پس از 8 هفته انتظار دولت هند به خواستهای این سفارت رسیدگی نکرده است و آنان با یک انتخاب دشوار روبرو شده و این سفارت را به دهلی نو سپردند. کشور هندوستان با رژیم‌های مختلف افغانستان رابطه خوبی از سنه داره و هیچ وقت نمیخواد مسائل سیاسی و نظامی افغانستان زید دخل شود تا کمکان بلاواز نبودن. اما نمیتونه از قضایام در باعث یک کشور صنعتی بزرگ در منطقه دور باشه. بنا از ایامه که کارمنده تخنیکی خوده بنا بر ایجاد رابط با افغانستان کابل روان کردن، طالب آزمور فشار وارد کردن تا از سوی دیگر دانشجویان افغان در هند هم بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را نگران کننده می خوانند. هندوستان که زیاد شمیر افغانان و سیگی اگا که تجاران و یا اگا که محسنین و ام افغانان در پیملی سره دو دوی لمرانه مرجع چی و پا هندوستان که اگا سپارت و دو دوی چی که دستناد مسئله و دیتا ورتنور مشکلات و دو دوی لمرانه مرجع چی و اگا افغان سپارت و پا هندوستان که هرچند امارت اسلامی در این باره چیزی نمیگوید، اما برخی از آگاهان رابطه بین الملل میگویند که برای حل این معضل نیاز است تا دو طرف در این باره گفتگو کنند تا به یک نتیجه مشخص برای رسیدگی به چالش های شهروندان کشور در هند دست یابند. بسته شدن سفارت افغانستان در آن کشور مشکلات زیادی را از نگاه کارهای ویزا، کنسولی و تجارتی به بار میارد. امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان و حکومت هند به خاطر بازگشایی سفارت کشور ما راه‌های خوب مناسب و دیپلماتیک را جستجو نمایند. پیش از این سفارت افغانستان در دهلی نو گفته بود که فعالیت این سفارت از اول ماه اکتبر سال روان میلادی به علت عدم پشتیبانی حکومت هند از این سفارت، عدم برآورده شدن انتظارات در تامین منافع افغانستان و همچنان کاهش کارمندان و منابع متوقف می شود. همراه هستیم با مهمانان تا بیشتر بحث بکنیم. آقایان سید بلال فاطمی، آگاه روابط بین الملل، و آقای نثار احمد شیرزای، تحلیلگر مسائل سیاسی در هند. مهمانان بسیار خوش آمدین به بحث. آقای فاطمی، اگر با شما آغاز بکنیم، توقف فعالیت سفارت افغانستان در هند خبر از چی میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بینندگان پروگرام گزین شما. چون خشت اول نهاد معمار کش تا سرایار و دیوار کش، امی فرمولی را که جهان برای افغانستان وضع کردن و سفارت افغانستان را به تعلیق بردن، این یک عمل ضد نرم ها و پرنسپ های دیپلماتیک و تمام کنوانسیون های بین المللی بود. از امی خاطر میبینیم که امروز خود جهان با بنبست روبروی میشه. یکی امروز سفارت خودش دروازه خود بسته میکنه. از روز اول 2 سال و 3 ماه قبل گفتیم که امی عمل شما سفارتای افغانستان حق ندارین که به تعلیق ببرین، حق دارین بسته کنین، مگر حق ندارین که به تعلیق ببرین. و جهان به خلاف نرم ها و پرنسپ های بین المللی سفارتای افغانستان به تعلیق برد. نه حکومتی وجود داره، نه پشتوانی وجود داره، سفارت ها را در کشورهای دیگه نگاه کردن. در حالی که در نرم های بین المللی اگر تو یک کشور به رسمیت نمیشناسی، در حالت دوم که سفارت روابط به سطح دوی خود باید بره. این با افغانستان نکردن، سفارت ها هم بسته نکردن. حالا میایم به این که چون ایالتی که آله آمده ایالتی که طبیعی بود و ما این پیشگویی کرده بودیم که این سفارت ها چون با هیچ کس ارتباط نداره، یکی یکی یا خودشان از سفارت ها میبرن یا مجبور میشن که دروازه شو بسته کنن. اما میایم به این که آیا این دروازه را دولت هندوستان بسته کرده یا افغانا؟ میبینیم که هندوستان روابط خود قطع نکرده، سفارت هندوستان بسته نکرده، بلکه مامورینی که یتیمای سیاسی در سفارت ها بودن و جهان اونا را و اینا هم غلامای دست حلقه به گوش بودن و بدون کدازی که امون نرمای بین المللی را مراعات کنن،
به فرمان بادارای غربی و جهان خود در اون سفارت ها شیشتن و اونا برشان پولی چنان نداد امروز یتیما واریم ولی آقای فاطمی چرا هند تا اینجای کار تا همین لحظه اجازه داد مثلا سفارت افغانستان در دهلی نه وقت اعلامیه خودش را پخش کرد و گفت که سفارت افغانستان را برای دائم بسته میکنه گفت این سفارت را به علت فشار دولت هند و طالبان بسته کرده یعنی به چی معناست؟ به این معناست که هند داره آماده میشه برای سپردن سفارت افغانستان در دهلی نه به نمایندگانی از امارت اسلامی؟ ببینید در اعلامیه که از طرف سفارت نشر شده او را که ما خواندم در اونجا بسیار نواقصی است که نشان میده که حتی همی افرادی که مقرر شده اینا به نرم ها و فرمولای دیپلماتیک حتی نمیفهمند بله. چرا که اونا میگن که ما سفارت بسته میکنیم حال میگذاریم که هندوستان چی تصمیم خود میگیره بله. در حالی که هندوستان یا کشور دیگری در مورد سفارت یک مملکت حق تصمیم نداره حق تصمیم در مورد سفارت خود کشوری که سفارت از دوست بود حق داره سفارت حکومت هند ای را میتانه کرده که سفارت بسته کنه اما ای را نمیتانه که در مورد سفارت تصمیم بگیره که آیا در اینجا کی باشه و کی نباشه این حق مملکت است و حکومتی که در اونجا تشکیل شده حق از او است که او باید تصمیم بگیره که کی باید در سفارت شده باشه چیزایی را که من برتان میگم یکی خود مردم از شکم خود گپ میزنن من شما با شما از خاطر از این گپ نمیگم که من نرمای بین المللی رو با شما تشریح میکنم که این مربوط از این است که طالب هر کسی که باشه هر نظامی که باشه در هر مملکتی باشه سفارتش شما گرفته نمیتونید با حالت تعلیق برده نمیتونید تصمیم سفارتش شما گرفته نمیتونید تصمیم سفارت مربوط از اون کشور است حالی من به این که در اینجا هندوستان چی باید کنه هندوستان در اینجا دو راه داره یا این است که باید سفارت بسته کنه و به افغانستان در اون صورت هندوستان مامورینی که در افغانستان داره اونا رو از افغانستان بکشه در صورتی که هندوستان در افغانستان دیپلمات ها و مامورین خود داشته باشه قرار کانونسیون های 63 و 67 و کانونسیون شیکاگو در هر سه کانونسیون همی است که اینا مجبور هستند رای دیگری ندارن جز اینکه معادل زمو روابطی که بسیار تشکر بسیار تشکر اینا روابط به سطح قنسلی نگاه میکنن باید به سطح قنسلی در برای افغانستان در اونجا جای پای بده بسیار تشکر اجازه بده و حرف آخر و این کار باید تمام کشورها کنن یا سفارت ها را بسته کنن یا به رسمیت بشناسن و یا ایست که به حالت دومه که روابط قنسلی تشکر. و دیپلماتیک حق مملکت است باید به افغانستان بسپارن و اگه امروز نکنن ایرا به یاد داشته باشن بسیار تشکر ایرا کار امروز نی فردا کردنی است کاری را که تا امروز کردن خلاف قوانین بین بسیار ده. تشکر سپاسگزار شما قای شیرزای هند تا امروز از سپردن سفارت افغانستان به امارت اسلامی خودداری کرده حالا در میان دو انتخاب گیر مانده همونطوری که آقای فاطمی اشاره کرد یا سفارت را باید بسته بکنه یا ای که بسپاره به امارت اسلامی فکر میکنین کدام انتخاب را خواد کرد درود و حرمت خدمت شما و همکارای تخنیکی شما و ملت شریف افغانستان ببینین هندوستان سفارت افغانستان نه به تعلیق آورد و نه مسدود ساخته در یکم اکتبر ماه گذشته کارمندای سفارت یا سرپرست سفارت سفیر خودش هم حاضر نبود یک مکتوب دادن به وزارت خارجه هندوستان که ما بنابر مازیر مالی را یا ترخی ناینوان کردن و همو نداشتن ویزه را ما سفارت مسدود میسازیم اما باز هم اعلامی وزارت خارجه هند نشر شد اینجا تلاش های صورت گرفت که باید سفارت به با کار خود ادامه بده یک ماه و 24 روز دیگه همو خدمات کنسولی ادامه پیدا کرد همو بالاخره اینا سفارت بستن در اینجا نه فشار دولت هند بوده و نه فشار طالبا شما ببینید حرف مهمی است که با آمدن طالبا یک جایگاه دیپلماسی افغانستان کاملا خالی ماند ضربه دید و افغانستان به انزوا رفت این چالش یا این مشکلات تنها در سفارت افغانستان در دهلی یا اینجا نبوده در تمام دنیا چنین موضوع بوده در همین یک دو سال و چند ماه سفارت های افغانستان مانند دیگه بی سرپوش بودن اینا نه روابط با کابل داشتن و نه روابط با جمهوریت دیروز که خود عنوان میکردن بنابراین اینجا حتی پولای کنسولی دستبرد شد قصای زیاد در رسانه و در فضای مجازی نشر شد اما باید دو حالت میشد یا ای که
همین سفارت ها از این آمدن طالب ها به این طرف اینا به تعلیق میارد مزدود میشد که یا اگر همین کشور ها به طالب ها ضرورت داره مجبور میشدن که روابط داشته باشن با طالب ها. یا اگر طالب ها به همین کشور ها ضرورت میداشتن اینا یک فشار میشد برایشان که یا روابط خود تأمین میکردن و همون خواسته های همون کشور یا همسایه ها یا همون بله. قوانین به این دلیل میپذیرفتن. اما اینجا ما دیگه به سرپوش در همین دو سال و چند ماه ما دیدیم که قصه های زیاده و اینجا هم حمایت نبود، حرفای بود در سفارت افغانستان در دیلی که من خودم همینجا هستم، اینجا پولا جمع آوری شد، حرفای بود و تعداد زیاد از دیپلمات ها بر آمدن بناهن پول برق، پول ماشگار اینا موندن، اینا خودشان تصمیم گرفتن که ما سفارت پیش بردن نمیتونیم و تعامل هم با کابل نداریم، بالاخره اینا سفارت سپردن و به دولت هند. ولی حالا آقای شیرزاد، هند در میان دو گزینه ای که گیر مانده یا باید بسته بکنه کاملا که بسیار برایش دشوار است، شهروندان زیاد از افغانستان اونجا هستن، مشکل ایجاد میشه، سفارتش حداقل در افغانستان باز است، و از طرف دیگه هم بحثی است که باید بسپاره به امارت اسلامی، چیزی را که تا اینجای کار این کشور خودداری کرده ازش. ببینید در این زمینه صحبت های وزیر خارجه هند چندین بار نشر شده، اعلامیه وزارت خارجه هند چندین بار نشر شده که ما هرگز به افغانستان سفیر نمیپذیریم و سفیرشان هم نمیپذیریم. تقریبا 6 ماه قبل یک کسی که از کارمندان محلی قبلی و سکرتارای اتمر بود خود عنوان کرد که ما از طرف طالبان اینجا معرفی شدیم، اعلامیه رسمی وزارت خارجه هند نشر شد که ما هرگز تا زمانی که خواستای جامعه جهانی در طالبان نپذیره و رفع نگرانی نشه تا جایگاه زنان را در قدرت و در ساختار سیاسی افغانستان قبول نشه تا اون زمان ما هیچ جای سفیر افغانستان بسیار تشکر سفیر طالبان نمی. اما چرا تا این اجازه بتید چرا هند حمایت نکرد دیپلمات های افغانستان در دیلی نو؟ ببینید از آمدن طالبان تا به حال در کنفرانس شانگهای در جلسات متعدد وزیر خارجه هند و دیپلمات‌های هندی نگرانی‌های خود از نمی وضعیت افغانستان ابراز کردند. این که طالبان بر رفع نگرانی هند کار نکرد، بالاخره هند علاقه نگرفت که باید از هند هم امید دیپلمات‌ها را و به افغانستان علاقهش ختم شد. بالاخره ختم علاقهش همون بود که دیپلمات‌ها را ویزایشان تمدید نکرد. بالاخره اینا تصمیم گرفتن سفارت باید بسته. سپاسگزار شما آقای فاطمی. میدانیم فعالیت سفارت افغانستان در هند دو ماه پیش از اول ماه اکتبر به حالت تعلیق درآمد. انتظار میرفت وقت که حکومت هند موقف را اتخاذ بکنه، چیزی که البته در اعلامیه مسئولان سفارت افغانستان در هند نشر شد گفتن که باید یک موقف را میگرفت، ولی تا اینجای کار خودداری کرد، نتیجه نداشت. 8 هفته اینها منتظر ماندن، ولی وقتی پاسخ دریافت نکرد در نهایت مجبور شد، همونطور که تأسف خوردن در اعلامشون دروازش را بسته کرد. فکر میکنید چرا به توجهی کرد هند وقتی یک چنین موضوعی مطرح بوده؟ دوامل از این معلوم نیست که هند چرا، با وجود از این که در روان با جهان امنوا شد، در کل خود ما گفتیم که امی روان در که جهان شروع کرده و سرکردگی امریکا خلاف تمام نرم های بین المللی است. در نرم های بین المللی ما شما کنوانسیون سال 1963 را داریم، کنوانسیون سال 1967 داریم و کنوانسیون شیکاگو را داریم. سه کنوانسیون در عرصه کنوانسیون امی حالت تعلیقی وجود نداره. سه حالت وجود داره: برسمیت شناختن، تبادل سفرا، اگر سفرا را قبول نمی کنی به حالت دوم میره به حالت کنسولی که حق از اون مملکت است، به رسمیت نمیشناسی، نشناس، حالت کنسولی را داده میتونی، اگر نه کنسولی را میدی نه به رسمیت میشناسی، دروازه را بسته میکنی، دروازه از تون دو مملکت بسته میشه، کارش خلاص، دو کس شکایت کردن نمیتونه، طالب باشه و هر نظام دیگری که باشه، یعنی مربوط از نظام نیست، ما قانون صحبت میکنیم. در قانون تو تعاملی که با افغانستان صورت گرفته امی غلط است. فعلا هندا یا امریکایی ها یا تمام این مالک قدمی غلط برداشتن. امریکایی ها را ببینید، امریکایی ها سفارت افغانستان را کاملا بستن، خودشان در افغانستان 16 فیلش هست، هر روز میه با وزیر خارجه میبینن. این در کدام تعامل بین المللی است؟ خب در افغانستان فعال نیست، این ها سفارتشان در دوحه فعال است. امو برای افغانستان است، امو که فرزند تابست میایه با وزیر خارجه میبینه، خب چیز نمایندگی خاصشان است، شازدفیر دارن، دانکرک است، خب شازدفیر از اونجا، او برای افغانستان است،
وقتی که وزیر خارجه افغانستان متقی میره به امارات متحده خب بامو شزفیر میشینه. اگر فرضاً شما سفارت یک مملکت در مملکت خود بسته میکنین، تو باز حق نداری که برای این مملکت نماینده تعیین کنی. چرا سفارت این به اساس تعامل دیگه ای است که ببینید، اگر ما بگیم که سفارت هندوستان مشکلات اقتصادی داشته، در اعلامیه آمده که 500 هزار دلار در اکاونت حساب بانکی سفارت موجود است. بله. به لحاظ معلوم میشه مثل هلند و تاجیکستان و بعضی ممالک دیگه که با مشکلات اقتصادی روبروی هستند، که سفارت افغانستان در هندوستان با مشکلات اقتصادی روبروی نبوده. چیز است، یعنی مسئله اقتصادی در اونجا نبوده. مسئله همکاری هندوستان که اینا میگن که برای ما ویزای ما را تمدید نکردن. معذرت میخوام. دیگه ای است که با مکاتب ما جواب منظم نمیدادن، با ما تعامل دیپلماتیک نمیکردن، یا مو پروتکلی که به یک دیپلمات دادن. پس این روی کرده هند نمیدادن. بله، فکر میکنید چرا یک چنین کار یا بی‌توجهی چرا شده سوی هند؟ ببینید، این عاملش هم از خاطر گفته نمیتونم که اگر عامل از این بود که هندوستان تمایل داره که روابط با طالبا به سطح دوم مثل که نمونده از اونا در کابل است با طالبا بسپاره، هندوستان یک مملکت بزرگ است، قدرت. بله، بحث مافیایی بودن چقدر مطرح است؟ ضرورت نداره. بله آقای فاطمی، بس مافیایی شدن چقدر مطرح است که چون پاسخگو به مرجع دیگر نیست، کسانی که در سفارت بوده بین هم کنار نیامده، بسی که حتی این ادعاها وجود داشت در بحث تقسیم کردن، حتی میگفتن پول میگیرن، این مسائل هم مطرح بحث بوده. نه خیر، فکر نکنم این مسائل سر از این چه، اگه مثلا پول می بود خیر، پول چرا 500 هزار دلار در اکاونت مونده؟ فلحات مسئله پول در بین نبوده. قراره که اینا گفتن که برای ما من حیث یک دیپلمات چیز قائل نبود، حیثیت قائل نبودن. با وزارت خارجه که میرفتیم، با ما مثل که یک دیپلماتی که از یک نماینده یک مملکت به وزارت خارجه میره، در اونجا فرزند سکرتر اول که میره سر کنسلر یا وزارت خارجه با او میبینه، اگر شازدافیر میره مهین سیاسی وزارت خارجه با او میبینه، اگر سفیر میره خود وزیر خارجه با او میبینه. این ما شما پروتکولا داره. در اینا میگه که ما به اساس پروتکل ابی روابط دیپلماسی رفتار نمیشد و با ما با از اینا ویزه ها خواستیم، ویزه های ما را تمدید نکرد. اینا در اینجا معلوم نمیشه که همو تصمیم و ارادی کشور هندوستان در این مورد چی است. مگر میره که ما بگیم که اونا اراده ندارن که با طالبان روابط جور کنن، با او هندوستان ضرورت به این نداره که به این تشکر اونا این افراد در این کشورها در این سفارت ها که است خلاف قانون بین المللی هستن. بسیار تشکر. اینا ملک هستن، اینا رو هندوستان آیسته میتونه گفته که برادر ویزیت وقتش میادش ختم است، تو برو به افغانستان بگوین که شما نمایندگی خود را تعیین کنین، چرا که به سطح کنسولی این حق یک کشور است. یک دقیقه برای ما اگه وقت بدین یک مثال دیگه براتون میتونم بفرمایید. ببینید اگر گپ از حکومت مشروع و نامشروع باشه، در هفت ثور 1357 وقتی که کمونیستا کودتا کردن، که حکومت نظامی به زور آمد، حکومت مشروع در افغانستان نبود و پشتوانی بیگانه ها را داشت، 120 ممالک در شورای ملل متحد بر علیه از حکومت به حساب استادگی کرد و حکومت به رسمیت نشناخت. اما شما ببینید با وجود از اینکه حکومت نامشروع بود و جهان او را به رسمیت نشناخت، آیا سفارت های از او را در دنیا تعلیق بردن؟ نبردن. سفارت با وجودی که 7 میلیون مهاجر و 7 تنظیم سیاسی در پاکستان بود، اما سفارت ببرک کارمل، سفارت دکتر نجیب در اسلام آباد به صدر کنسولی فعال بود، در تهران فعال بود. تشکر. ایمان آرامیده که شما اگر یک مملکت به رسمیت نمیشناسین، او حق شماست که نشناسین، اما شما حیثیت کنسولی یک سفارت از او گرفتن نمیتونید. بسیار تشکر. ما بگیم که امروز تصمیم جهان در مورد طالبا صحیح است، خب چرا در وقتی که کمونیست ها آمدن و حکومت نامشروع در افغانستان به قدرت رسید، چرا سفارت ها به حالت تعلیق نرفت؟ بسیار تشکر. چرا که حق ندارن که به تعلیق ببرن؟ فلهذا فعلا کدام کاری را که جهان کرده خلاف تشکر آقای فاطمی ملی کرده و یک اقدامشان غلط است، امروز یا فردا باید درای خود پس درست کنه. سپاسگزارم. آقای شیرزای، شما از زد و بندها در داخل سفارت میان کارمندان چه میدانین؟ چقدر فکر میکنین علت این مسئله باشه، یک بخش برجسته بسته شدن سفارت؟ و از طرف دیگه آیا میدانین که فعالیت های نمایندگی های کنسولی سفارت افغانستان در سایر شهرهای هند هم متوقف شده یا تنها سفارت بسته است؟
اجازه بدین دو سه مسئله موضوع رو من اول یاد کنم. موضوع سرمایه یا مقدار پولی را که یاد شد، یک اندازه پول به همکاری ایندیا فاوندیشن به خاطر مصارف تشریفاتی و محافل که او هم اختیارش هم سفارت و هم ایندیا فاوندیشن باید مشترک مصرف کنه، یک اندازه پولی که یاد شده، او پول است که از او پول نمیتونه سفارت به مصارف قنصلی یا مصارف اداری خود استفاده کنه. اونجا هم شرایط داره او پول استفاده کردنش بنان او پول پولی نیست که در اختیار سفارت می بود. اما چرا این وضعیت آمد؟ ببینید در افغانستان که طالبا آمد حاکم شد، اینجا تعامل نکرد و هندوستان در این زمینه که ما در می هندستان در رسانه‌های هند شما واقف هستین، مردم خبر دارن، ما با رسانه‌های هند در ارتباط هستم، اینجا در این حالت ها من خبر میشم فعالیت و هم روزی که با وزارت خارجه هند من صحبت کردم، در اینجا وزارت خارجه هند قطعا نقش نداره یا علاقه من نبود که باید سفارت بسته شود. اما گفتم نگرانیایی که از این مان در مقابل طالبا که نگرانی های هند رفع نکرد، هند بیعلاقه شده و افغانستان وقتی که بیعلاقه شده یقینم که اونجا ویزه دیپلومات ها را تمدید نمی کنند. زدوبندایی که در داخل سفارت بود بله. از حداقل یک سال قبل از آمدن طالبا با آمدن یک تعداد دیپلوماتان یا کارمندان محلی، من که در بین مهاجرین هم فعال هستم، به نام مهاجرین استفاده جویای شد، در بین مهاجرین کارهای شد که همش رسانه‌ای ساختم. شخصا خودم در اون زمان هنوز طالبان آمده بود، در رسانه ها صحبت کردم که چنین زدوبنده و چنین حرفایی در بنام مهاجرین اینا انجام میده. در اوایل آمدن طالبان هم مگه که گفتم دیگه به سرپوش بود، کسی حسابگیر نبود، این مسائل بود، این همه دست به دست هم داده، بالاخره یک واکنش دولت هند یا عدم علاقمندی هند و واداش تا از دیپلمات‌ها حمایت نکنه و دیپلمات‌ها هم تعداد زیادشان نظر به اون تعاملاتی که با رهبری های سابق داشتن، اینا بر آمدن از این خودشان رفتن. بله آقای شهزاد، بسیار مشخص میدانم آقای مومنزای و آقای قادرشاه یکی بر علیه دیگر اعلامیه هایی را نشر کردن، شما دو ماه پیش یا حداقل یک ماه و 24 روز پیش از امروز در ماه اول ماه اکتبر این موارد را خوب حداقل بررسی کردین. بسیار مشخص زدوبند های داخلی در داخل سفارت میتونه عامل عمده باشه؟ ببینید یک قسمتاً بله، اما آقای مومنزای سفیر رسمی افغانستان بود که به دولت هند معرفی شده بود و قادرشاه یک کارمند محلی، یکی از سکرتارای اتمر که در طول آمدن طالبان می بچه فقط با استفاده از نام اتمر که او زمان وزیر خارجه بود در بین مهاجرین نفوذ کرد، که من خودم شخصا همی حال ویدعا و اسناد دارم که چی کارهایی کرد به نام مهاجرین، حتی با دوسیه های اخلاقی و استفاده و بعد آمدن طالبان هم چنین بله. بود. بله. در مورد فعالیت های بله در مورد فعالیت نمایندگی های کنسولی سفارت افغانستان در سایر شهرها چیزی میدانین اونها هم غیر فعال شده بسته شده یا اونها فعال است؟ نه، تا جایی که من رابطه دارم هم کنسولگری در حیدرآباد هم در ممبئی اینا فعال هستن، اینا کار میکنن. اما یک حرف باید از خاطر نشان بسازیم که مهاجرینی که در هند هستن بسته شدن سفارت بر روند زندگی از اینا تاثیر چندانی نداره، به خاطر که همه مهاجرین ثبت راجستر دفتر پناهندگی سازمان ملل هستند، کارتی از طرف سازمان ملل دارند، تمام اموراتشان از طرف اونهایی داره میشه. همه میدانند وقتی که یک پناهنده به کشوری میره روابطش با اون کشور حتی با سفارتش قطع میشه. بسیار و کلانترین نگرانی هم همین مسئله بود آقای شهرزاد، که گذشته از هر چیز دیگه بس شهروندان افغان مقیم این کشور بود که با چه چالش های روبرو میشه. یعنی شما فکر میکنین چالش جدی نخواهد بود صدر اینها؟ قطعا چالش جدی نیست، یک تعداد بسیار محدود اگر وکالت یا نکانامه و اینا باشه، این نکانامه یا هم روز هم تماس داشتم با یک تعداد دیپلومات های بسیار کمی که مونده، یک نمبر در داخل دروازه سفارت نصب شده، هر آن کسی که مشکل داشته باشه با اون نمبر زنگ بزنه یا مسائل خدا دور داشته باشه، مورد جنازه است یا موضوع نکاحت اینا، او اجرا میشه از طریق آنلاین یا فرماندهی از کور اجرا کنه. اما اگر بس کلانتر باشه با کنسولگری های ممبئی و حیدرآباد کار میکنه، بنان بسیار سفارت بر روند زندگی موجی نثر نداره. همایی که افغانستان به انزوا میره و علاقمندی هند کم میسازه، این رو باید طالبا دقت کنن، طالبا تعامل مثبت کنن، همون نگرانی های هند داره باید رفع کنه تا
عدم علاقمندی هند نشان نداد. بسیار تشکر، سپاسگزارم شما. آقای فاطمی، شما فکر میکنین بحث انزوا مطرح خود بود یا نزدیک خواهند کرد کابل را با دهلی نو این تصمیمی که در مورد سفارت افغانستان گرفته شده؟ فکر نکنم که انزوا را بیشتر بسن. فکر میکنم که اینا نزدیکتر شوند، چرا که بین پاکستان و طالبان فاصله پیدا شده و این همیش یک فاصله که بین حکومت های کابل پاکستان پیدا میشه. هندوستان همیش از او موقع ها استفاده میکنه. دومی است که مسئله تی تی پی مطرح است، مسئله تی تی پی را طالبان پشتیبانی میکنه و هندوستان هم پشتیبانی میکنه، بلوچستان لیبریشن از طالبان پشتیبانی میکنه، هندوستان هم پشتیبانی میکنه. فلهاز علایق و علایم در بین، ولی از این پشتیبانی هایی که شما عرف میزنین امارات اسلامی در کل همیشه همواره رد کرده از تی تی پی و از هر جریان دیگری. به ظاهر رد میکنن و خوب کار میکنن که رد میکنن. این پالیسی است که 44 سال پاکستان در علیه ما داشته، هر هیچ وقت قبول نکرده درست. که آقای فاطمی، وقتی ما خیلی کم است، بسیار کوتاه اگر بگوین از چون مهم است، سفارت های افغانستان که باز است و رابطه با کابل نداره، اینها از کجا میکنن مصارفش در دیگر کشورها؟ بسیار کوتاه 30 ثانیه. ببینید، بیشترشان مصارف و پول خود دو را دارن. یکی پولای استخباراتی است که بعضی از مامورینی که در سفارت هاست با استخبارات از اون مملکت ارتباط دارن، یک مقدار پول از اونجا میگیرن. و دیگه است که همی کارهای کنسولی را که میکنن، تصدیق نکانامه و اسناد و حساب زمینا و دارایی مردم و پاسپورت و شناختی نامه و یا فرزند در حالت مهاجرت که شما به یک نفر یک نامه میدین به یک از این را پولا میه و این پولا را اینا به مصرف میرسانن. تشکر میکنم، فرصت ما تمام است. قبلی مرا تکمیل کنم که هندوستان و طالبان میشه که نزدیک شوند، مگر به رسم شناختن صورت نخواهد گرفت، اما به شکل جنایی. بسیار تشکر آقای فاطمی، سپاسگزارم شما آقای فاطمی و آقای شیرزای از حضور هر دو مهمانی که امید شما بیننده ها هم سپاسگزارم. وقت بخیر.